آموزش افکت کانتور در لایر استایل کاری که کانتور انجام میده تغییر برجسته و فرو رفته شدن لایه هست برای دسترسی به این افکت میتونیم روی لایه مورد نظر دابل کلیک کنیم تا کادر محاوره ای لایر استایل باز بشه در سمت چپ کادر با کلیک روی چک باکس کانتور میتونیم اون رو فعال کنیم همونطور که میبینید کانتور یکی از زیر های بولن این باس هست و با فعال کردنش بولن این باس هم فعال میشه کاری که بولن این باس انجام میده برجسته و فرو رفته کردن لایه هست. در بولن این باز، بهتره کمی سایز رو بیشتر کنیم. سافن یا نرمی رو کمتر کنیم. عمق یا دپت رو بیشتر کنیم تا کاری که کانتور انجام میده رو بهتر ببینیم. نکته ای وجود داره و اون اینه که در مشخصات بولن این باز یک ویژگی با نام گلاس کانتور وجود داره تفاوتی که گلاس کانتور با کانتور داره اینه که گلاس کانتور مربوط به سایه ها و رنگ های شدو و هایلایت هست اما کانتور نحوه برجسته و فرو رفته شدن لایه رو مشخص میکنه روی نام کانتور کلیک میکنم تا به مشخصاتش دسترسی پیدا کنم در بخش کانتور و با کلیک روی این پیکان کادری باز میشه که در اون حالت های مختلفی قرار داره و با انتخاب هر یک از اونها حالت برجسته و فرو رفته شدن لایه تغییر میکنه و میتونیم یک حالت خاص رو برای لایه انتخاب کنیم با کلیک روی این بخش کادر محاوره کانتور ادیتور باز میشه و ما میتونیم در این کادر حالت برجستگی و فرو رفتگی لایه رو به صورت دستی تغییر بدیم چک باکس آنتی آلیاس گوشه های سایه کاد رو به صورت خودکار کمی هموارتر میکنه با تغییر رنج میزان تغییرات رو میتونیم عوض کنیم و بین صفر تا 100 قرار بدیم در این آموزش کاربرد افکت کانتور در لایر استایل رو یاد گرفتیم